بسم الله الرحمن الرحیم ټولو درنو ګډونوالو ته د 1499 کال د احصایوي کالنۍ یا د 1499 کال د احصایوي معلوماتو شاخصونو او ارقامو د خپرېدو غونډې ته ښه راغلاست او هرکلی وایم. تشریفوري محترم پوهنمل حسیب الله معاهد، معاون احصایه اداره ملی احصایه و معلومات، محترم ظهیرالدین امامپور رئیس احصایه وزارت زراعت، محترم شبیر بشردوست رئیس انکشاف صادرات وزارت صنعت و تجارت، بانو فاطمه احمدی رئیس احصایه اجتماعی نداره، محترم عصمت الله حکیمی رئیس احصایه اقتصادی نداره، رؤسا نمایندگان محترم ادارات مستقل دولتی و همچنان حضور نمایندگان محترم رسانه ها را به محفل نشر ارقام، شاخص ها و معلومات احصایوی سال 1399 کشور خوش آمدید و خیر مقدم می گوییم. با پیل که خاغلی قریص احمد رشید احمد قیصری تبلنه ورکو چه دریست راشی او د قرآن کریم د مبارک آیتونو په تلاوت سره دا غونډه پرانیسی. چنانچه اشتراک کنندگان محترم در جریان قرار دارند و بهتر می دانند، اداره ملی احصایه و معلومات قبل از این به اداره مرکزی احصایه شناخته می شد که در سال 1351 شکل گرفته بود در چوکات حکومت. فعلا اداره ملی احصایه و معلومات مرجع رسمی نشر ارقام، شاخصها و معلومات احصایوی در افغانستان می باشد. این اداره همساله ارقام و معلومات احصایوی را از سایر ادارات دولتی و خصوصی جمع‌آوری می کند و تمامی اطلاعات و معلومات را در قالب یک نشریه که این حجمش است، به این حجم او را چاپ و نشر میکنن. فایل الکترونیکیش در وبسایت اداره هست و فایل چاپیش به تمام ادارات دولتی توزیع میشه. امور رقمی که من در آغاز اشاره کردم، اداره در سال 1351 تأسیس شده و سالنامه احصایوی هم از امو زمان به ایسو چاپ میشه و ارقام معلومات احصایوی نشر میشه. این یک نشریه هست که از فکر کنید که 50 سال از این نشریه، حدود 50 سال از این نشریه میگذره که ارقام و معلومات احصایوی را نشر میکنند. از ارقام و معلومات احصایوی که ای داره نشر میکنه در موسسات تحقیقی یا معاصلان محققین از ارقامی زی در پایان نامایشان و در سایر مسائل تحقیقی از استفاده میکنه و سایر ادارات و سازمان های بین المللی از این ارقام در طرح پالیسی ها و برنامه های بزرگ ملی استفاده می کنند و تمامی پلان های دولت را که شما می بینید به اساس هم ارقام و معلوماتی هست که امروز در همی برنامه نشر می شه. جای خوشبختی است که اداره ملی احصایه و معلومات در دو سال اخیر از سیستم آنلاین در قسمت جمع‌آوری ارقام و معلومات استفاده میکنه و تمام اطلاعات و معلومات را از سایر ادارات از طریق سیستم میگیرند، به گونه الکترونیکی میگیره. قبلا این سیستم به گونه ورقی بوده. این ارقام که امروز نشر میشه مربوط به نفوس، زراعت، معارف، صحت، تولیدات ناخالص داخلی یا محاسبات ملی، شاخص قیم، صنعت، ساختمان ها، معادن و انرژی، خدمات، تجارت خارجی، احصایه های پولی و کمک های خارجی را احتوا می کنه. این نشریه یا این ارقام افزون بر این که یک تصویر مکمل از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را ارائه می کنه، دسترسی آسان به منابع غنی ارقام و معلومات احصایوی را نیز فراهم می کنه. ما هنوزم در سطح کشور برخی از ادارات داریم که
از ارقام معلومات احصایوی به گونه کامل استفاده نمی کنند یا امو فرهنگ استفاده از ارقام آنچنانه که لازم است تا هنوز عام نشده. ما از این تریبیون امروز صدا می کنم سرسایر ادارات هم که تمامی پلان ها و برنامه هایشان مبتنی بر شواهد باشه، مبتنی بر حقیقت باشه و این سالنامه و این ارقام می تواند برشان یک منبع خوب برنامه ریزی ها و پلان های در سطح حکومت باشه. میشه بگویم که به اساس همین سالنامه در سال مالی 1399 تولیدات ناخالص داخلی کشور به اندازه 1,520 میلیارد افغانی بوده و این رقم سایر شاخص ها هم هست که فعلا از جناب موحد صاحب محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون احصایه اداره ملی احصایه و معلومات احترامانه خواهشمندیم تا بروی استیج آمده و ارقام شاخص ها و معلومات احصایوی سال 1399 کشور را به اشتراک کنندگان محترم ارائه بفرمایند. آقای موحد. بسم الله الرحمن الرحیم. ثنا و صفت آن خدای راست که هدایت کرد ما را. اگر حضرت او جل عظمت و هدایت نمی فرمود هرگز راهیت نمی شدیم. جناب محترم امامپور صاحب رئیس احصایه وزارت محترم زراعت، جناب بشاردوست صاحب، جناب حکیمی صاحب، جناب احمدی صاحب، جناب رئیس صاحبه محترمی که از ولایت تشریف آوردن، رئیس احصایه لوگر، از پنجشیر، همچنان رئیس صاحبه آسان خدمت، جناب تمام رؤسا رحیمی صاحب و خانم بهار که تشریف آوردن، رؤسای گرامی، همکارای عزیز، رسانه های محترم و تمام برادر و خواهرها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قدم اول تشکر میکنم از همه شما که امروز علاقه گرفتین، تشریف آوردین. ماه مبارک رمضان است، خداوند ماه مبارک رمضان بخیر با برکت برای همه شما داشته باشه و از او برکات فیوزات حاصل بکنیم و بهره کامل ببریم که در این ما چای موجود نداره و نان موجود نداره، باز هم شما تشریف آوردین، این نشان دهنده علاقمندی شما است که به ارقام و به مسائلی که بسیار اهم است شما توجه میکنین و لطف کردین، قدم رنجه کردین. در قدم نخست تشکری میکنم از آن هده کسایی که در تهیه از این سالنامه همکاری داشتن، تمام وزارت های محترم که ارقام به ما ارائه میکنن، از وزارت محترم زراعت که منبع بسیار بزرگ ارقام ما هستن، اونا تانستن که با سیستمای جدید خود ارقام بسیار خوب و دقیق از بخشای مختلف جمهوری کردن که ما یکی از منبع بسیار مهم ما هستن. به می شکل وزارت محترم صحت عامه، وزارت محترم تحصیلات عالی، معارف و تمام اداراتی که همکاری کردن تشکر میکنم. همچنان از جناب جمشیدی صاحب که رئیس انسجام معلومات هستن، به خاطر انسجام این معلومات، جمع‌آوری معلومات، اونا هم همکاری بی‌دریغ کردن، همیشه شب و روز تلاش کردن، تشکر میکنم. همچنان از رئیس صاحبای محترمی که از هر یکشان و همچنان از همکارای گرامی ما تشکر قلبی میکنم که زحمت فراوان کشیدن و بدون زحمت شما میفهمین که امکان نداره که ما یک سالنامه را که به حجم 400 صفحه باشه و تمام شرقان باشه ما جمع‌آوری و ارائه بکنیم. هر کدام از این نظارت کار دارن، دقت بسیار زیاد کار دارن، تحلیل کار دارن تا از تمام از مبدا تا زمانی که نشر میشه یا ارقام چک شود و ارقام دقیق و موثق و با اعتبار که نه تنها اعتبارش به سطح ملی بلکه به سطح بین المللی او بندار اعتبار باشه ارائه میکنن. شما در سال قبل شاید بودیم که بانک جهانی فقر 75% اونا پیش بینی کرده بودند، در حالی که همکارای ما با امکاناتی که محدودی که ما داریم ارقام فقر از ساحه جمع‌آوری کردند، تحلیل کردند که 47.1% بود که او هم بانک جهانی به اون ارقام ما قناعت کرد و تحلیل خود گفتند که در او اشتباه بود. امروز هم یکی از ارقام را که ما نشر میکنیم بانک جهانی و IMF پیش بینی کرده بودند که رشد اقتصادی ما به کدام اندازه است، ولی امروز می‌بینیم که همکارای ما وقتی تحلیل میکنن، ارائه میکنن ارقام، تفاوت بسیار زیاد وجود داره که اونا هم میپذیرن این ارقام.
میریم پریزنتیشن، گرچه که سالنامه بخش مختلف را احتوا میکنه و حجم زیاد است، فقط یک تصویر مختصر از بخش اقتصادی و اجتماعی خدمت شما را میشه که آغاز میکنیم از بخش نفوس. نفوس کشور عمدتاً به طریقای مختلف سنجش میشه که طریقه عامش سرشماری نفوس است. سرشماری نفوس در سال 1358 که اولین و آخرین سرشماری نفوس افغانستان بود صورت گرفت، بعدا در سالهای بعد از طالبان تصمیم بر این بود که باید سرشماری دوم هم صورت بگیره و پیش از کارهای مقدماتی فهرست‌برداری است که فهرست‌برداری در سال 1383 انجام شد، ولی متاسفانه بنابر اینکه مشکلات امنیتی در روزمان ایجاد شده بود سرشماری دوم صورت نگرفت که نفوس افغانستان به اساس اون سرشماری سال 1358 در حدود 13 میلیون در روزمان تثبیت شده بود و همچنان در فهرست‌برداری سال 1383 وقتی که فهرست‌برداری شد، که البته فهرست‌برداری به این معنی است که تعداد نفوس معلوم میشه، در سرشماری شاخص‌های دیگه مثل تعلیم و تحصیل، صحت و سایر شاخص‌ها جمع‌آوری میشه. در فهرست‌برداری نفوس افغانستان 22.3 میلیون نفر تثبیت شد. بنابراین روش‌هایی که بعداً بر هر سال ما باید برآورد بکنیم نفوس ها، از این دو نقطه نفوس استفاده کرده و با استفاده از روش نمایی یا تواندار هر سال نفوس برآورد میشه که مبدا ارقام نفوس امی است. البته رشد نفوس زمانی که برآورد میشه یکی به سطح کلی است که به سطح ملی 2.41% است، ولی نظر به هر صاحب فرق میکنه. مثلا شهر کابل رشد بسیار سریع داره به خاطر اینکه تنها تولدات و وفیات مطرح نیست، بلکه مهاجرت ها به شهرها هم تاثیر میگذاره که 3.75 است. به این شکل شهرهای بزرگ که مثل مزار شریف، جلال آباد، هرات، قندهار و کندوز است رشد بالا دارن، بالاتر از 3%، و همچنان شهرها رشدشان پایین تر و دهاتی 1.78% رشدشان است. بر اساس همین رشدی که سنجش شده، بر اساس منبعی که خدمت شما بررسی رساندم، نفوس افغانستان در سال 1399 32.9 میلیون نفر تثبیت شده بود یا برآورد شده بود که 16.1 میلیون نفر طبقه اوناس و 16.8 میلیون ذکوره تشکیل میداد، که البته ای به شهری، دهاتی و کوچی هم تقسیم شده که 71.04% نفوس دهاتی و 24.4% نفوس شهری و 4.5% نفوس کوچی را تشکیل میده، که البته ارقام در سطح دهاتی و شهری هم به تفکیک زن و مرد ارائه شده. اگر ما هرم نفوس را ببینیم، هرم نفوس برای ما هم ساختار نفوس نشان میده و هم تاریخ نفوس نشان میده که چه تغییرات، چه تحولات در نفوس آمده. نظر به هرم نفوس مشاهده میکنیم که 47.4% مجموع نفوس ما زیر 15 سال است، یا نفوس هستند که اونا بیشتر وابسته هستند. نفوس سن کار ما 50% است، یعنی مجموعا 50% در سن کار قرار دارن و 50% دیگه یا پایین تر از سن کار هستند یا بالاتر از سن کار هستند، یا بالاتر از 64 سال هستند، یعنی 65 بالاتر، که او 2.7% تشکیل میده. و این هرم برای ما نشان میده که قاعده بزرگ این هم یک چالش است و هم یک فرصت است. چالش به این معنی است که تعداد زیاده از افراد وابسته هستند به کسایی که در سن کار هستند، و فرصت این است که برای سالهای بعد این نفوس میره نفوس نیروی کار میشه، نیروی کار ما بیشتر میشه. بنابراین به اساس همین هرم نفوس را که ما خدمت را کردیم، نسبت وابستگی مجموعی ما 100 است، یعنی هر نفر به یک نفر دیگه متکی است. اگر از نسبت وابستگی اطفال ببینیم بسیار بلند است، 94.5، و نسبت وابستگی کهنسالان که 64 با بالاست، 65 بالاتر، 5.5 است، که مجموعا نصف نفوس در سن کار و نصف نفوس خارج از سن کار است. نسبت جنس اگر مشاهده بکنیم، نسبت جنس اساسا نشان دهنده تناسب زنان و مردان می باشه، یعنی در تعداد مردان در برابر هر 100 نفر زن. و نظر به آخرین تحقیقاتی که شده، تثبیت شده که در هنگام ولادت 107 می باشه نسبت جنس، یعنی 107 تولدات پسر در مقابل هر 100 دختر قرار داره، که در افغانستان در سال 99
103.9 مرد در مقابل سن زد قرار داره. یعنی ترازو طرف مردا بیشتر است. و این شاید سوال پیش بعض کسا ایجاد شود که با چیزی که جنگ ها مثلا مردها زیادتر در مسائل پرخطر اونا هستند داخل هستند، این نسبت جنس باید تغییر بکنه. به این خاطر اگر ما ببینیم نظر به گروپ های سنی، اما تو اگر ما گفتم در بد تولد 107 است، ببینیم که زیر 15 سال اگر ما به تفکیک سن تقسیم بکنیم 106.8 است. سن جوان ها که بیشتر در جنگ ها و بیشتر در مسائل پرخطر اونا مواجه هستند، مهاجرت ها هستند، این آمده پایین به 100.8 و کهن سال ها بسیار بلند رفته. و کهن سال ها به این خاطر که بعد از سن 24 یا سنهای بالا عمدتاً خانم ها در افغانستان نظر به مشکلات اولادی و این مسائل که مرگ و میر در افغانستان واقعا بالا است، مرگ و میر مادران، این نسبت تغییر داده به 148.3. همچنان اگر ما از با تفکیک مناطق ببینیم، در دهاتی 104.3، در شهری 102.1 و در کوچی 107.9 است که در شهری نسبتاً پایین تر است. البته با در نظر داشتن این مسائل میبینیم که سن میانه بسیار سن جوان است. در سطح ملی اگر ما ببینیم مردم جنس 15.7 است. یعنی کسایی که در وسط سن قرار دارن 15 ساله هستند. این سن بسیار جوان است. و اگر ما با تفکیک دهاتی و شهری مطالبه کنیم، در شهران نسبتاً سن وسطی یا سن میانه بالا رفته، یعنی 17.4 است، 4 سال، در حالی که در دهاتی 15.2 و در کوچی 13.9. یعنی کوچی بیشتر سن میانهشان پایین است و این نشان میده که تولدات بسیار زیاد وجود داره و سن که بالا میره سن پیر کم است، بسیار کم است، به این خاطر سن میانه پایین میره. تراکم نفوس اگر ببینیم در مناطق مختلف افغانستان، در ولایت‌های مختلف بسیار بسیار متفاوت است. اصلا اگر در ولایت کابل ببینید 1190 نفر در فی کیلومتر مربع زندگی میکنند، در حالی که در نیمروز 4.4 نفر، یک تفاوت بسیار فوق العاده زیاد است. البته تراکم به سطح ملی 51.4 است که باز هم این تفاوت ها اوسط گرفته شده، ولی در هر ولایت خصوصا اگر ما شهر کابل متوجه شیم شاید از هم به مراتب بلندتر باشه، که خود نشان دهنده تقسیم مساوی نفوس نیست و باعث از این میشه که بعض مشکلات از لحاظ محیط زیستی را به میان بیارن. چون برآورد نفوس به اساس فرمولی که من گفتم نه تنها بر سال 99 بلکه بر سال 1400 هم برآورد شده، یعنی سالی که ما قرار داریم در او، نفوس افغانستان فعلا 33.6 میلیون است. نفوس در سال 1400 33.6 میلیون است که 17.1 نفر مردها و 16.5 میلیون خانم ها هستند، که البته در نفوس دهاتی یک اندازه فیصدیش کاهش پیدا کرده از 71% به 70% و نفوس شهری یک اندازه بلند رفته به 24.7% بالا رفته، که این نشان دهنده ازی است که رشد در شهرها بیشتر است. این رشد یا شهری شدن میزانش نسبت به دهاتی بالاتر است. اگر ما مجموعاً کارکنان خدمات ملکی را در سال 1399 ببینیم، مجموعاً 324,620 نفر در خدمات ملکی افغانستان کار میکردند که تقریباً در حدود 408 نفر از اونها دارای مدرک دکترا بودند و به می شکل هم به تفکیک زن و مرد که در اون بین 36 نفرشان فقط خانم‌ها هست که مدرک دکترا دارند. و همچنان ماستری را میبینیم که 1,321 نفر از خانم‌ها و 7,721 نفر هم از مردها دارای سند ماستری هست، همچنان لسانس و 14 پاس. خصوصا می‌بینیم که در کارمندای خدمات ملکی ما 14 پاس بسیار زیاد است، قسمت اعظمشان است، که در سال‌های آینده توقعی است که برای با لسانس و ماستر و درجات بالا تغییر بکنند. تعداد پانتونای را اگر ما ببینیم، تعداد پانتونای خصوصی و دولتی را در مجموع در سال 99 167 پانتون داریم که 128 خصوصی و 39 پانتون دولتی است، که نظر به سال قبل یک پانتون دولتی اضافه شده و در حالی که در پانتون خصوصی کنم تغییر نامده. همچنان مراکز صحی را اگر ما ببینیم، مراکز صحی ما که با تفکیک مختلف است، مثلا شفاخانه ها است رشد کرده بیشتر شده نظر به سال قبل. مراکز صحی جامعه است که اونا هم
یک اندازه کم شده نظر به تیم این امکان داره که تغییر کرده باشه به شفاخانه تبدیل شده باشه. مراکز سی اساسی است و همچنان مراکز سی فرعی است که فرعی هم بیشتر شده که هم نشاندهنده در مجموع یک افزایش نشان میده. مسئله بسیار مهم جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی است که همونطوره که پیشتر من خدمت شما به عرض رساندم، بانک جهانی و صندوق وجه بین المللی بیشتر در راستای پیشبینی های می داشته باشند و تحلیل های ما نشان می دهد که از ریاست محاسبات ملی ما که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری البته به افغانی 1,520 میلیارد افغانی است که البته به قیمت سال اساس که سال 95 است 1,294 میلیارد افغانی می شود و اگر به دلار ما را ارائه بکنیم با دلار 19.79 میلیارد دلار است یا 19,790 میلیون دلار که اگر ما را به نظر به سال قبل مطالعه بکنیم نظر به سال قبل یک اندازه افزایش داشته. سال قبل 18,890 میلیون دلار بوده و یک افزایش نشان میده و همچنان اگر نظر به سال اساس ببینیم نظر به سال اساس یک اندازه کاهش کرده که این کاهش بعدا میگیم که ناشی از چی است. اگر ما این را به اساس سکتور ببینیم در سکتورها، سکتور زراعت در سال که گذشت سال که سال ناموار بود، سال معمولی نبود، سال بود که مرض کرونا همگیر شده بود ولی باز هم رشد ما در سکتور زراعت مثبت است ولی در سکتور صنعت میبینیم که یک اندازه کاهش داره که به اندازه 4.2 و همچنان سکتور خدمات هم به این شکل کاهش داره و اگر رشد مجموعی را ما سنجش بکنیم رشد مجموعی ما منفی 1.9 است، یک رشد منفی داریم متاسفانه ولی رشد منفی را که بانک جهانی و IMF اعلان کردن که 5.5 است او هم درست نیست به اندازه‌ای که اونا پیش بینی کرده بودن و از یکی از رسانه‌های محترم هم اعلان شد که رشد افغانستان، رشد اقتصادی افغانستان یا رشد تولید ناخالص داخلی منفی 5.5 است در حالی که محاسبات ما نشان می‌دهد که این ارقام حقیقی است منفی 1.9 است. اگر ما سهم سکتورها را ببینیم نشان می‌دهد بر ما که سکتور زراعت نسبتاً سهمشان بیشتر شده این نظر به سال قبل که 25.7 بود به 27% بالا رفته. سهم سکتور خدمات هم به این شکل به سرعت بالا رفته که در حدود 56% ولی سهم سکتور صنعت متاسفانه یک اندازه کم شده به 12% کاهش پیدا کرده که هم ناشی از این است که سال قبل یک تعداد از فابریکات و مسائلی که مربوط میشه به سکتور صنعت اونا نتونستن که فعالیت بکنن از این لحاظ یک اندازه سهمشون هم کم شده. تورم اگر ما ببینیم تورم پولی یا شاخص قیمت تورم ما در سال 99 5.6% بوده که نظر به سال قبلش اگر ما مطالعه بکنیم سال قبل کم بوده 2.3 که البته اگر این تورم ما در بخش پولی در بخش مواد غذایی و غیر غذایی ببینیم غذایی یک افزایش 10% داشته در حالی که تورم مواد غیر غذایی 1.4% است و این هم ناشی از این است که در زمانی که ما در کرونا قرار داشتیم اگر ما این را تحلیل بیشتر بکنیم میبینیم که شاخص قیمت مجموعی در یک زمان بسیار یک جمپ زیاد داشته و اون زمان است که ماهی حدود و عمل است و اون زمان است که دقیقا در آغاز کرونا ما قرار داشتیم اون زمان است که قیمت ها بلند رفت همه مردم تقاضای بسیار زیاد به مواد غذایی داشتن ایتو یک ترس وجود داشت که شاید مواد غذایی دیگه پیدا نشه مردم رجوع کردن و این قیمت ها را بسیار به سرعت بالا برد تقریبا از یک ماه قبلش 13% در مواد غذایی افزایش کرد ولی مواد غیر غذایی چون توجه مردم به غذایی شده بود در مواد غیر غذایی یک کاهش 0.5% داشتیم در مجموع در یک ماه 6% افزایش مجموعی بود که بیشترینش که تاثیر عمده غذایی داشت که 13% بود. بعد از ماه که همونطور که میگن از ماه حمل تا ماه سنبله را سیر نزولی داشت چرا بیشتر امو تشویشی که مردم داشت رفع شد و از ماه سنبله پس دوباره یک سیر صعودی را گرفته از ماه سنبله الی ماه قوس باز هم در امی محدوده غذای 5%
تقریبا 2% کس 103 با 105 2% و در مجموع 2% افزایش نشان میده. و همچنان در مواد غیر غذایی هم یک اندازه، چون توجه مردم دیگه بیشتر سر غذایی نیست، میره به مواد غیر غذایی، از این لحاظ و هم یک اندازه افزایش کرده. در بخش تجارت اگر که ما مطالعه بکنیم که در تجارت ما چی تصویر را داشته، در سال 1399 واردات ما، واردات صرف اجناس است، 6 میلیارد و 538 میلیون دلار است. در حالی که صادرات ما در سال 99 777 میلیون دلار است که یک کسر تقریبا در حدود 88% را نشان میده. نظر به سال قبل اگر ما ببینیم، واردات ما یک اندازه کاهش کرده و صادرات ما هم کاهش کرده، ولی کسر اگر که ما مطالعه کنیم از 87% به 88% یک اندازه بالا رفته، البته در بخش اجناس است. ما سال قبل دانستیم که بر علاوه اجناس خدمات هم، این صادرات واردات خدمات هم داشته باشیم و از سال قبل ما نشر میکنیم. در خدمات ما، واردات خدمات ما 1.130 میلیارد دلار واردات داشتیم، در حالی که 700 میلیون دلار ما صادرات داشتیم خدمات. این خدمات، تجارت خدمات ما بسیار نظر به سال قبل بسیار خوب بوده و کسرش اگر ما مطالعه کنیم در حدود 36% است که این هم یک کسر بسیار خوب است. اگر با تناسب اجناس ما مقایسه بکنیم، از 88% کسر که داریم 36% کسر خوب است. و اگر ما مجموعا اردو را مد نظر بگیریم، در سال 99 صادرات ما 1.476 میلیارد دلار بوده که هم شامل اجناس و هم شامل خدمات میشه، و واردات ما در سال 99 7.621 میلیارد دلار میشه که البته یک کسر در حدود 80% اگر اجناس و خدمات بگیریم، 80% ما یک کسر داریم، یا به عبارت دیگر 6.166 میلیارد دلار ما در سال 99 کسر داشتیم. بر علاوه از اینکه ما اجناس و خدمات صادرات واردات شده داریم، صادرات مجدد هم داریم یا ریکسپورت. ریکسپورت به این معنی که در یک کشور دیگه تولید میشه، میاد افغانستان، پس از افغانستان دوباره صادر میشه، که این صادرات رو میبینیم که صادرات مجدد ما کاهش کرده نظر به سالهای قبل. از 97 اگر میبینیم، از 9.3 میلیون دلار آمده به 4.8 میلیون دلار. و این نشان دهنده یک وضعیت خوب است که ما هر جنسی که تولید میکنیم خودمون باید تولید بکنیم، باید صادر بکنیم، نه اینکه کشور دیگه صادر میکنن و به نام افغانستان پس دوباره صادر شود. و دیگه محصولات واردات غیر محصولی داریم که یک تعداد از ادارات اونا از محصول معاف هستند، به خاطر تجارتی بلکه به خاطر مسائلی که اونا در خود قانون وجود دارد از محصول معاف میشن، که متاسفانه یک تعداد از شرکت ها با استفاده از اون نامه هایی که اونا معاف بودن، با استفاده از اون واردات هم انجام میدن، که هم نظر به سال قبل میبینیم یک کاهش نشان میده، از 1.791 میلیارد دلار به 1.471 میلیارد دلار کاهش کرده. و هر قدر که کاهش کنی خوب است. حالا اگر ما تاثیرات کرونا را سر بخش تجارت مطالعه بکنیم، ما در ربع دوم سال مالی یا ربع اول سال چی؟ اون زمان کرونا بود. میبینیم که در ربع اول تا ربع دوم اگر که شما مطالعه بکنیم، میبینیم یک کاهش بسیار سریع داشتیم. یعنی در ربع دوم در صادرات ما در حدود تقریبا بالاتر از 70% کاهش داشتیم. ولی خوشبختانه در ربع سوم وقتی که مطالعه میکنیم، پس از 3.2 رفته بالا به 197. و در ربع چهارم حتی نظر به سال قبلم بالاتر رفته، که این نشان دهنده از این است که ما در یک ربع زیادترین ضربه را که ما دیدیم در ربع دوم، این زیادترین کاهشی که بوده. و همچنان در واردات هم اگر ببینیم، در واردات هم در ربع دوم یک اندازه کاهش است، نظر به سال قبلش هم کاهش است، نظر به ربع قبلی هم کاهش است، ولی در ربعی بعدی پس تغییر کرده. ولی تناسب صادرات و واردات اگر مطالعه بکنیم، صادرات ما زیاد کاهش کرده. در خدمات همچنان در اجناس، چون بیشتر از راه ترانزیتی اونا میرد، اونا بیشتر متضرر میشن، از این لحاظ در اجناس بیشتر است، ولی در خدمات هم تاثیر گذاشته. در ربع دوم میبینیم که خدمات، صادرات خدمات هم کاهش کرده، هم نظر به سال قبل و هم نظر به ربع قبل، و واردات هم به این شکل.
یعنی در رم دوم زیادترین تاثیرات را که سر اقتصاد افغانستان در یک سال گذاشته بیشتر رم دوم بوده که هم صادرات اجناس و هم صادرات خدمات بوده. این یک نظر بسیار مختصر گذرا در رابطه با مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور بود. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شکر. سپاسگزاری میکنیم از جناب معاهد صاحب. یکی از دوستای یک یادداشت روان کرده بود، گفت که شما کی هستین و بر ما گفته بود که اگر میشم مواد مگم امکان داشته باشم رای ما شریک کنیم. صرف میخواستم بگویم که من مسعود علی شنگی، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه اداره هستم. همکارا میتونن با دم رای ما تماس بگیرن، ما تمام سافت پریزنتیشن و تمام مواد لازم همی محفل که شامل همی نشریه میشه به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی هست همراهشان شریک میکنم. قبل از اینکه یک بحث آزاد داشته باشیم و اشتراک کنندگان محترم سوالات خود بپرسن، از جناب امامپور صاحب خواهش میکنیم تا روی استیج بیاید و ایراد سخن بفرمایید. آقای زهیدین امامپور، رئیس احصایه وزارت محترم زراعت هستم. میرمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله العفو الغفور. وأيضا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. بإجازه أستاذ معظم معهد سيب أمكاري عزيز وأصحاب رسونة، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من میخوام از اینجا آغاز بکنم که می آیتی را که خدمتتون تلاوت کردم، آیت خودش اساس ارقام نشون میده، مسئله عدد میده. با او خاطر من آیت از بود دینی و اسلامیش خواستم آغاز بکنم که این عدت و این تعد نعمت الله لا تحصوها و همچنان این عدت الشهور عند الله 12 شهر، یعنی بدون ارقام، بدون عدد، هیچ کاری امکان ندارد. هر تصمیمی که انسان میگیرد، اساس تمام تصامیم به ارقام میشود. اگر ما ارقام نداشته باشیم، نه پلانی ساخته میتونیم، نه پالیسی ساخته میتونیم، نه استراتژی ساخته میتونیم و نه هم در این راستا کاری کرده میتونیم. بنابراین با او اساس است که ارقام و احصایه یعنی یک بخشی از اساس و عمده زندگی را تشکیل می دهد. بدون احصایه و ارقام نه ما رشد نفوس می فهمیم، نه عاید می فهمیم، نه مصرف می فهمیم، نه تصمیم گرفته می تونیم. اگر ما با بازار هم می رویم وقتی که یک چیز را می خریم، تمام یک عدد داریم، یک احصایه داریم که اگر ما گوشت می گیریم یا خریداری می کنیم چقدر نفر هستیم، برای هر فی نفر چقدر در نظر گرفته می شود. و اگر ما مثلا مواد خوراکی دیگری را میگیریم هم، حتی اگر لباسی را که بتن پاره میکنیم بدون متر و اندازه و ارقام نمیشه. بنابراین ارقام اساس زندگی انسان است. من از این بود میخوام یکم وقتون را بگیرم. اگر امروز دنیا هم پیشرفت کرده، اگر امروز تکنولوژی هم هست، همه یزید از را اساس به اساس ارقام تشکیل میده. وقتی که تکنولوژی به بازار عرضه می شود، تا زمانی که دیتا و ارقام داشته باشن نمیتونن که به اونجا سرمایه گذاری کنن. وقتی که به یک کشور شما صادرات میکنین، ارقام و اعداد نداشته باشین، از اون کشور میزان مصرفش، میزان نفوسش معلوم نباشه که چقدر در اونجا مارکتی از اونجا توان هضم صادرات ما را داره، امکان نداره که ما تصمیم بگیریم یا به اونجا صادرات داره. اگر ما واردات هم میکنیم یک مقدار موادی را که میخوایم، اما هم به اساس نیازمندی ما است. اگر وقتی ما نفوسمون نداشته باشیم، میزان مصرفمون نداشته باشیم و ارقام در ارتباط نداشته باشیم، نمیتونیم چنین کار را انجام بدیم. بنابراین ما در کلیات دیگه فهمیدیم است که تمامی تصامیمی که انسان در زندگیش میگیره، یعنی تمامی تصامیمی که در جامعه بشری امروزی گرفته میشوه، به هر سطحی که باشه، اساسش اعداد و ارقام و احصایه تشکیل میده. خب این ارقام و اعداد احصایه و از کجا میاد؟ جناب استاد معظم نیست اشاره کردن که طبعا
مراجعی هستی یه ارقام و عداد در خدمت یک مرجع دیگه قرار میده. ارقام ما به دو شکل می باشه، همه دوستان بهتر میفهمند، خصوصا همکارای رسانه ما، یکی ارقام ابتدایی هست و یکی هم ارقام دومی یا ثانوی هست. ارقام ابتدایی ما معمولا جمع‌آوریش از ساحه و توسط به اصطلاح سروی های نمونوی یا سرشماری ها جمع‌آوری میشه و بعد از تحلیل تجزیه در خدمت مستفیدین قرار میگیره. ارقام ثانوی یا دومی اونمو ارقام است که مراجع زیربط و ارقام جمع‌آوری میکنن و در خدمت اداره ملی احصایه قرار میده. اداره ملی احصایه یکی از وظایفش است که بعد از اینکه ارقام جمع‌آوری میکنه از مراجع مختلف تحلیل و تجزیه بکنه و اونرا در خدمت شما که مثل امروز است قرار بده. خب در اینجا وظیفه ما چی هست یا وظیفه امو کسایی که ارقام دومی چی میگه؟ مسئلهش مسئله همکاری عمده، هماهنگی و همکاری. در تمام دنیا اگر ببینین برای امو اداره احصایه‌شان که به هر نامی دارن، بیشترین ارقامی را که میتن نسبت به سروی‌ها و نسبت به سروی‌های نمونوی و سرشماری‌ها ارقام دومی هست و اونجا کوشش میشود، در نهایت کوشش میشود که ارقام موثق، ارقام دقیق، ارقام مدار اعتبار در خدمت اداره ملی احصایه‌شان قرار بدن. با او اساس وظیفه ادارات دومی که من متاسف هستم در جمعه صحبت‌های استاد معظم شنیدم که بعضی از ادارات همکاری درست نکردن. همکاری درست و ارائه ارقام به اداره ملی احصایه در حقیقت نظام ما را حمایت میکنه. به خاطری از اینکه ما بر مبنای از ارقام، این اساس ماست، ما میتونیم تصمیم‌های بزرگی را در سطح ملی و حتی بین الملل بگیریم. تا زمانی که ما ارقام دقیق نداشته باشیم نمیتونیم تصمیم بگیریم. با او اساس است که اداراتی که در این راسته کمتر توجه میکنن یا کم کاری میکنن باید جدیتر و بهتر و خوبتر همکار باشن تا اینکه بتونن اداره ملی احصایه را زیاد سپورت کنن. خب مرجع نشر ارقام، مرجع ارائه ارقام اداره ملی احصایه است. دیگر بخش های ادارات دیگر که از سکتوری او میتونن در بخش خود ارقامی را داشته باشن، به مراجع بتن، به رسانه ها بتن، در خدمت مستفیدین قرار بتن، اما مرجع عمومی در سطح تصمیم گیری های کلان پالیسی اداره ملی احصایه است. جی دی پی ما به اساس احصایه تعیین میشه. تمام دنیا تورم پولی مان، رشد نفوس مان، عاید مان، مصرف مان همش به اساس همین. پس اینجا مرجع اساسی است. حتی نهادهای ملی و بین المللی هم وظیفه شون است که باید یگانه مرجع، بجز از اینکه بخشای استکتوری خاص اگر یگانه مرجعی که باید از اونجا دیتا را بگیرن و مطابق از اون تصمیم بگیرن اداره ملی احصایه است. با او اساس اگر بازم من معذرت میخوام، اگر آماده نبودیم یک کمی پراگنده صحبت کردم، من یک پیشنهاد دارم خدمت جناب موحد صاحب اداره ملی احصایه و همچنان از همکارای رسانه هم در ارتباط خواهش میکنم که کمک همکار باشم. پیشنهاد می است که مرجع ارائه ارقام پیشتر اشاره کردم که اداره ملی احصایه است، اما ما میبینیم میشنویم که بعضاً از طریق رسانه ها ارقامی از طریق نهادهای دیگری به خدمت رسانه ها قرار داده میشوه و یا اعلان میکنن نشر میکنن. و من یک مثال کوچک براتون میارم. در قسمت امنیت غذایی یا فود سکیوریتی یا به اسلام و رشد چی میگن رشد و کاهش فقر، همیشه ما میبینیم بعضی از رسانه ها سال معذرت میخوام اعلان میکنن که یو ان دی پی یا بانک جهانی یا فلان اداره یا فلان اداره چنین چیزی را گفت. خب سوال اینجاست که او از کجا آورد؟ اگر ما میگیم 18 میلیون نفوسی ما در این حالت قرار داده، همین دیتا از کجا آمد؟ همین رقم از کجا آورد؟ نه او سرشماری کردن، نه او رفتن کدام سروی نمونوی انجام دادن، فقط به اساس یک سر ضرورت های خودشون یک چیزی را اعلان میکنن. پیشنهاد ما به اداره ملی احصایه ای است که باید جلوی همچی یک چیزا گرفته شوه، با واده تماس شوه، به اصطلاح خودی از یک فلو ماندر میگن که به اصطلاح واده یک رشد تخمینی دیگه میگیرن. آیا رشد تخمینی مجاز هست نیست؟ آیا اداره ملی احصایه ای را تایید میکنه نمیکنه؟ اگر میکنه و یک طرف قضیه است، اگر نمیکنه باید برای رسانه ها گفته شوه که شما اجازه اعلان رشد اعلانی ازیره نداره که چقدر نفوس افغانستان در چه حالت قرار داره. چرا این باعث ازی میشه که هنوز هم سبب پریشانی و نگرانی مردم ما شده و این باعث ازی میشه که خدای نخواسته مردم ما بیشتر در بحران زده.
در حالی که ما سالانه دو بار تحلیل امنیت غذایی را میکنیم، وزارت زراعت از طرف چیز در همکاری با شرکای بریم. مثلا سال گذشته ما نفوس افغانستان را تخمین کردیم به اساس بیس ما که ارقام اداره ملی احصایه است، 13.1 در حدود 13.1 چند فیصد نفوس ما در حالت بحران و امرجنسی یا قرار داشت، اما یکی از ادارات بین‌المللی در حدود 17.1 چند اعلام کرد که این خودش یک چیز نشان میده. پیشنهاد ما به اداره ملی احصایه بود و خواهش و درخواست ما از نهادهای اصحاب رسانه ای است که همچون ارقام قبل از اینکه نشر میکنم با اداره ملی احصایه هماهنگ داشته باشم، نظری از ایارا بگیرم، تایید از ایارا بگیرم، بعد از او ارقام نشر کنم، انشاءالله او ارقام مدار اعتبار میباشد. دیگه از بیشتر وقت را نمیگیرم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از جناب امام پورس جهان سپاس. برخی از سازمان های بین‌المللی که ارقام و معلومات را نشر میکنند البته متفاوت از این اداره می باشه. من می خواهم که از این تریبیون بگویم بازم که تمامی سازمان های بین‌المللی ارقامی را که نشر کردن، تمام منبع ارقام یا تمامی ارقام ما در اختیارشان قرار دادیم، اما اونا تحلیل های خود دارن که خوب است که باز خودشان پاسخ بدن که بنابر چی. اما یک چیزی که حقیقت هست و این هست که سازمان های بین‌المللی هیچ نوع سروی را تا هنوز نراندازی کردن و نه هم مسئولیتشان است و سایر ادارات هم نمیتونن بدون هماهنگی اداره سروی ها یا ارقام را جمع آوری و را نشر بکنن، ولی میتونن در هماهنگی با این اداره فعالیت بکنن و ارقام و معلومات احصایی را نشر بکنن. جهان سپاس از تمامی شراکنندان محترم. برنامه ما اینجا پایان می‌یابد. بازم از اینکه تشریف آوردین سپاسمندیم.